اساس خونه میدونه چهار تا چیزه. اولش محبت، و مقصود از محبت دو چیزه، یکی تو این خونه، یکی تو این خونه دشمنی نیست با هیچ کس، نه با عمه، نه با خاله، نه با مادر بزرگ، نه پدر بزرگ، و دوم تو این خونه قدرت نیست، there is no power، هیچ کس دستور نمیده. دورانش به سر اومده. من توی اون 15 ساعتی که تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت آوردم که تمام کار 40 سال معلمیمه که بسیارم خوشحالم بمیرم اون یکی برای من کافیه، اینجا آوردم 15 تا چیز عوض شده، یکیش همین ماجراست. ما تو خونه محبت، دومش تو این خونه حرمته، یعنی همه آدما به دلیل انسان بودنشون، همینقدر که پسر شما 2 سالشه حق داره درباره رنگ اتومبیل شما نظر بده، 2 سالشه، یعنی حرمتش، حرمتش مطرحه. یعنی این مهمترین مسئله است که تو مانند منی، ما یکسانیم. سومش تو این خونه مشورته، از کوچک تا بزرگ باید مشورت کرد. قاعده زن و شوهر میتونن بسرن، خیلی ساده است. ببین عزیز، تا 50 دلار هر وقت خواستی خرج کن، چه زن بشو. بین 50 دلار تا 200 دلار بعدش به من بگو که مثلا یه چیز خریدم سر 60 دلار. بعد از 200 دلار هیچ کدوم بدون گفتگو با هم دیگه خرج نمی‌کنیم. تموم شد. توافق. با بچه‌ها میشین قرار گذاری. ولی مشورت، کانسالتیشن، آخه من میشه. و چهارمیش مدیریت تو خونه، اداره مطرحه، مدیریت. ما گردن کلفت محله نداریم مثل در ایران که حالا بزن بابات بیاد بهش بگم تو چیکار کردی، یعنی اون دیوونه میاد میزنه لتو پار میکنه، اینجوری نبینش، یه دیوونه ایه. بعد نمیگفتید که میگفت چه دروغویی هست، میگفتید چون بچه جور دیگه میدید بگید این چه دروغویه، بابای قبول میکرد میگفت این چه نادانیه، قبول نمیکرد فکر کرد بابا عجب داستانیه، همش خراب بود. اصلا به چه نسبت شما به بچه تو میگید به بابات میگم، یعنی چی؟ شما همون حق رو دارید و همون توانایی رو دارید که همسرتون داره، یعنی ازدواج برابره است. بنابراین تو زندگیتون برابریه رو بپذیرید.